ماهیت بحث مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان چیست؟ بین همین رو با زبانی بسیار ساده یک بار میگیم که بحث بین تاجیکستان و قرغیزستان از چی عبارت است؟ اگر اخیر اوریان گپ زنیم همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم همین روز همین سال 211,000 گکتر زمین از حساب حدود جمهوری تاجیکستان در اختیار دولت همسایه جمهوری قرغیزستان قرار دارد. 211,000 گکتر. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان 23 سپتامبر همین سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرده، همین رقم 211,000 گکتر را در سطح جهانی همچون رقم رسمی نظر تاجیکستان بیان کرد. این 211,000 گکتر زمین در کجاست؟ ببینید در بحث‌های مرزی ما بیشتر بحث واروخ رو میشنویم، بحث خواجه اعلا، بحث اسفره رو میشنویم و گمان میکنیم که همین بحث همون جاست فقط، ولی بحث خیلی وسیع‌تر از اسفره است. ما پیش از اما کلانترین قطعه زمینی که از حساب زمین‌های قانونی تاجیکستان در اختیار قرغیزستان است، این قسمی از جماعت خسته‌ورز ناحیه بابوجان و فروخ، یعنی سابق خوجند. یعنی اگر شما از زمین ناحیه خوجند قد قد راه روید، اون طرف راه همش قرغیزستان است، در خسته ورز خستکوز نام دارد. همین اون طرف راه مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش همش تاجیکستان بود. در نمیجا 84,000 گکتر، یعنی نصف جماعت خسته ورز رفته است به اختیار قرغیزستان. اونا آمده رفتن همین راه ماشین، حتی لبلبی آبانبار قیرقو می رود یک بخشش، یکی این همین از همین راه این طرف قرغیزستان اونجا پست مانده است و این راه حساب کرده زمین های قرغیزستان. این یک پوره کلان در اونجا از قصده کن. دوم پوره کلان که قریب در بارش گب زده نمیشد، ما 56,000 گکتر در ناحیه کوهستانی مسچو داریم که در اختیار قرغیزستان است. در ناحیه کوهستانی مسچو چرا این منطقه خاموش است؟ چون که همین منطقه اندرات که از ناحیه کوهستان است یک جنگلزار و کوهسار است. بنابراین 56,000 گکتر از حساب زمینهای ناحیه مسجد کوهی است. این دو. الان که سوم 61,000 گکتر از حساب شهر اسفره. وقتی میگیم از حساب زمین های شهر اسفره، نه به معنای از حساب زمین های خود شهر اسفره، به معنای تمام یعنی منطقه ناحیه اسفره. در اونجا 61,000 گکتر است از حساب جماعت واروخ، چارکو، سور، سه جماعت اساسی. و جمعاً باز یک 10,000 گکتر دیگر در روی جبارسول و سپیتامین بزر بخش در کانی بودم بخش های خورد خوردی بحثناک است. جمع یعنی همین می شود 211,000 گکتر. همین 211,000 گکتر می شود 2110 کیلومتر کوادراتی. یعنی حدود شهر دوشنبه 200 کیلومتر کوادراتی است. با کشلاخوش او از ورزاب تا چور یکران و تا حضرت مولانو همه همش. پس همین حدودی که قرغیزستان در دستش دارد بیش از 10 برابر حدود شهر دوشنبه است. 10 برابر حدود شهر دوشنبه با همون ناحیه های اضافه شده اطراف، او تقریبا از نیمی وحدت تا نیمی حصار میشه یک دوشنبه حاضره. یا اینکه در مثال کشورهای خارجی گیره، مثلا قریب برابری حدود کشور لوکسمبورگ در اروپا، یعنی کشوری از بحرین 600,000، یعنی 2 برابر حدود بحرین، 2 برابر حدود سنگاپور،
یعنی قدر گپ در بوره یک سرزمینی بسیار کلان میرود. این خیلی است که گپ در بوره همه چهارراهای وروخ باشد و یا در بوره جماعت وروخ یا دهه مثلا خواجه اعلا باشد و با فکریم که همون قدر بحث است. بحث و قدر نیست. یعنی بحث در بوره این قدر حدودی کلان میرود، حتی اگر حدود شهر خوجند و شهر اسفرا و شهر کانی بودوم یک جا جمع کنیم با نوحیه ها و دهاتش انقدر می شود. بنابراین یعنی یک بحث بسیار کلانی مرزی وجود دارد. و اتون ماهیت امروزه بحث همین است که تاجیکستان پس از کسب استقلال به طور بسیار طبیعی منطقی حقوقی طلب دارد که همسایه عزیز همین زمین ما را که در دوره شوروی برای استفاده موقتا داده شده بود بازگرداند. تمام این ماهیت بحث. یعنی تاجیکستان از قرقیزستان حتی یگان سانتی متر زمین طلب ندارد. ما به زمین اینو نه نیاز داریم نه طلب داریم، بلکه ماهیت همین است که همین 210,000 هکتار رو که از میگیم چقدر به دست شورد همین رو اکنون پس گردانید. اون کشور همسایه با هزار سبب ها این رو پس گردوندنی نیست. همین موقعیت بحث 602 کیلومتری همین سرحد علامت گذاریش است. اون من سرحد بین قرقیزستان و تاجیکستان از منطقه سوخ تا مرغاب جمعا 990 کیلومتر است، یعنی قریب 1000 کیلومتر. 987 کیلومتر است، 13 کیلومتر کم 1000 میکنیم. خب یعنی قریب 1000 کیلومتر سرحد داریم با قرقیزستان. از همین 1000 کیلومتر 602 کیلومترش بحث ندارد و سازشنامه پیشکی در این باره امضا شدگی است، یعنی موافقه شدگی است. اما به سببی که 39% دیگرش بحث نکرد، جانب قرقیزستان همون 61% هم امضا نمیکنه، ولی در 39% دیگری مرز بحثی این است که است از موس از شماست ادامه دارد. اکنون به درون همین بحث اگر بیاییم چرا نزاع می شود؟ چون که اینجا منطقه هاییست که مردم ما زندگی می کنند و چند عامل نزاع هست. بینید یکم عامل از همه کلان نزاع این زمین است. دو نوع زمین، زمینی برای استقامت، زمینی برای کشاورزی. دوم عامل چراگاه است. سوم مسئله راه، هم راهی به وروخ هم همه جور مسئله راه. چهارم مسئله برق، سیمی برق. پنجم مسئله آب، بسیار مهم است. تقسیم دریای اسفرا، تقسیم آب در همه منطقه ها، ولی مشخصا اون چه بسیار میره. ششم مسئله گذرگاه، من این روی ماشینی همین گذرگاه حتی عادی انسانی، مثلا در این دهه خوجه اعلا خانه های خیلی نزدیک نزدیک بینی همان که حتی از همین خانه همسایه خواهی خانه او همسایه روی از حدود قرقیزستان میگذری، برای همین نمیموند. اینا برای رفته او با بولوی قشلوغ با همین خانه همسایه میبیاییم. خلاصه روی گذرگاه، روی ماشین دیگر است با روی گذرگاه درمی. و یک چیزی که بینه چقدر دردناک است، مثلا مسئله قبرستان. ما سه مورد داریم که قبرستان های اجدادی مردم ما اکنون شدن حدود قرقیزستان. از اونها در این خستوارز دو مورد هست. مثلا قبرستان از راه اون طرف بودند، در طول 100 سال، چند صد سال همه گذشتگان این مردم اونجا خاک شدند. اکنون مردم مرز کشیده است، میگه این قرقیزستان است. دیگه اگر خواهد حتی سر قبر پدرش رفته یک دعا کند، باید ویزا گیره قرقیزستان را، یا اونما ممکن است که رود. حالا که به چشم دیده میشه که این قبر پدر را 100 متر اون طرف، ولی رفته نمیشه.
یعنی اینجا فوجیه اینو خیلی انسانی هم هست بود. این هم خیلی مسئله ها باعث میشه که وقتی انسان ها با این مسئله رو برو میشن اون نو بسته از سیاست دولت، نو بسته از مسئله سیاسی، اون مثلا میخواد سر قبر پدرش رود دو قرقز او رو میزند بسن. این میشه نیزا، آغاز. یا که اون فرزندش میخواد به همه راهی نزدیک مکتب رود رفته به او بولو قشلاق نره همه خیلی گذره. این گذره میگه که از محله قرقز ها گذشته شما سرحد ویرون کاری میزند. یا که مثلا میخواد پولیزش ها آب تیر آبی که هزار سال هفت پشتش از همه آب داده است. میگه این آب قرقزستان است میبنده. میشه نیزا. این نیزا ها در محیط واقعی زندگی مردم جریان دارن. ماهیت اولش سیاسی نیست. لیکن وقتی که این جانب قرقزستان این مسئله رو چنین کرده است، هر یک نیزا اکنون میشد بحث بین دولتی. جانب قرقزستان به جایی که در همین مسئله یک سازیش و یک تفاهم کنند، یک دو قدم جدی مونده است که ما مثلا همچه تحلیلگران میگیم که همین نشان میدهد که همین زمین ها رو دادنی نیست. سه مثال میارن که چه خیلی میفهمیم دادنی نیست. اول اینکه همین زمین ها اکثرشون بدن جزئی ولایتی اوشی جمهوری قرقزستان. سال 1999 دولت قرقزستان یک ولایت نو تاسیس داد با نام ولایت بودکند. ولایت بودکند نبود. انا اعظمی حساب زمین های عزیزان به تاجیکستان گرفتن اکثرا شد ولایت بودکند. یعنی ولایت بودکند بیشتر همی زمین ها رو فراموش کرد. دوم یک قانونی بسیار مخصوص قبول کردن همی سال 21 یعنی دو سال پیش یک سال پیش در باره مقام مخصوص ولایت بودکند یعنی در همی قانون داشته است که هر شهروندی که رفته در ولایت بودکند زندگی کند، تجارت کند، خونه کند، از همه اندازها آزاد. در این بند 14 این قانون داشته است که دولت باید تمام شرایط با وجود بیارد که مردم رفته در بودکن زندگی کنند. پسیولکه ها، قشلاق ها، دهه های اهالی نشین نوی قرقیزی اونجا با وجود بیاید. و اگر یک کارمند، یک معلم رفته در بودکن معلم شود، معاشش دو برابر. یک دختر رفته در اونجا کار کنه، معاشش دو برابر. یک سربازی که در ولایت بودکن خدمت میکند، معاشش دو برابر، یک افسر. پس همین معنوش که این اینجا را دادنی نیست، بلکه قوی کرده استوده است. چرا این مسئله مهم است برای قرقیزها؟ چون که همین جغرافیای جابجایی مردم خودش میگوید که این منطقه تاجیکان است. چرا؟ چون که در همین سه جماعتی که در سرحد بودکن داریم، جماعت واروخ و چارکو و سرخ، بیش از 100,000 نفر تاجیک زندگی میکنند. 104,000 تقریبا. اما در همین میان همگی 6,000 نفر قرقیز است. پس همین 6 کجا و 105,000 کجا؟ الان همین نشون میده که اهالی اینجا کی هست. و این 6,000 قرقیز هم در همین 30-40 سال اخیر آورده شیانده. باز ما وقت شما میگیم مثلا سال 75 سال 70 شما یک جماعتی همونجا کاغذاشو برداری، حتی یک شهروندی قرقیز، یک شهروندی قرقیز تبور نیست در حجتاش، همش از سال 70 80 بعد پیدا شده. بنابراین اهالی تهجایی اونجا که 90% زیاد رو تشکیل میکرد در اون وادی تاجیکان هستند. بنابراین قرقیزستان میگه که برای تشکیل کردن دهه های قرقیزی اینا مواد ساختمان، اینا امتیاز، اینا از اندازه زاد، اینا راه، غوید اونجا معاش دو برابر،
بهترین مکتب، بهترین خانه همونجا میسوزن. حتی زندانیان رو، یعنی که اگر رفته در بودکن زندگی کنی آزاد، یعنی به یک طریق همینجا رو اهالی نشین و قرقیز نشین کرده. و از همه مسئله سنگین که من این تقریبا دو ماه یا یه ماه پیش 20 اکتبر سال 2022 قانون نوی جمهوری قرقیزستان قبول شد که مسلح کردن اهالی ولایت بدکند رو اجازه داد. یعنی عملا به اینا سلاح داد که مثلا شما اینجا همچون ولی ما قرارداد میکنیم که مثلا باید دو طرف قواهای حربیشه از سرحد چند کیلومتر دور نگاه داره و قواه حربیشه که بیرون بره همه اهالی قشلاق خودش به یک ارمیه تشکیل تبدیل داده است. قانونش روز اجازت میتونیم قانونی که از 20 اکتبر 22 قبول شد دقیقا اجازت میتونید که اهالی نزد سرحدی ولایت بدکن با سلاح آتش فشان یعنی افتمات پلمیوت میتونید تأمین کرده شوند. من قانون یک دولت دموکراتی فرض همین سه چیزی که گفتیم یکی تاسیس ولایت که از این امتیاز و سه من این مسلح گردانی اهالی اینا نشون میدهد که یعنی همسایه عزیز این زمین ها را به آسانی دادنی نیست. طبیعی است که تاجیکستان هم همچون کشوری صاحب این زمین ها طلبش را ادامه میدهند. از این جامعه ما باید بسیار متحد، آماده و در اطراف موقع دولت استوار باشد.